در سالهای اخیر شیوه استفاده از رایانه ها تحول پیدا کرده است و روش هایی چون لمس صفحه ها و فناوری ردیابی چشم در حال گسترش است. یک شرکت مستقر در سوئد که در این فناوری تخصص دارد، اپلیکیشن ردیابی چشم برای استفاده از برنامه ویندوز 8 را در نمایشگاه سبیت ارائه کرد. اینجا در برنامه ویندوز 8 هستم و اپلیکیشن هایی را انتخاب می کنم که می توانم با نگاه ممتد باز کنم. اینجا می توانید با نگاهتان برنامه را انتخاب و با فشار یک دکمه آن را تایید کنید. اکنون من ماشین حساب را باز می کنم. می توانم به ویندوز 8 برگردم و میل هایم را باز کنم. ما امکان جدیدی برای برنامه نویسان ارائه می کنیم تا بتوانند اپلیکیشن های خود را مجهز به ردیابی چشم کنند، چون به نظر ما در سال آینده تولیداتی برای مصرف کنندگان وارد بازار خواهد شد که مجهز به سیستم ردیابی چشمی خواهد بود. عینک سه‌بعدی شرکت آلمانی زایس مجهز به ردیابی سر است که حرکات سر را محاسبه کرده تجربه مجازی سه‌بعدی واقعی تری ارائه می کند. به این ترتیب احساس غرق شدن کامل در بازی رایانه‌ای به بازیگر دست می دهد. شرکت IBM به همراه یک مؤسسه هلندی در یک پروژه بین المللی شرکت می کنند که هدف آن ساخت تلسکوپی است که قادر به ردیابی امواج انفجار بزرگ باشد. تلسکوپ ایره یک تلسکوپ بسیار بزرگ است که در آفریقای جنوبی و استرالیا می سازیم. به این ترتیب می توانیم سیگنال های انفجار بزرگ را که 13 میلیون سال پیش روی داد دریافت کنیم. ساخت این تلسکوپ از سال 2016 شروع و در سال 2024 میلادی خاتمه پیدا خواهد کرد.